بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. توفیقی است که شب دیگری در خدمت خانم ها آقایون میرسم. این سالن برای من بسیار خاطر انگیز، یکی از مهمترین سخنرانی هام توی دیار غربت اینجا صورت گرفت. و اما در مورد امشب، ابتدا این عید سعید رو خدمت تک تک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در مورد مناسبت امشب، 7 سال قبل بحثی کردم با عنوان آخرالزمان و عدالت گم شده. بنا ندارم اون بحث رو اینجا تکرار کنم، ولی دوستان رو دعوت میکنم در صورتی که تمایل داشته باشند در این زمینه با دید متفاوتی آشنا بشن، این بحث رو بشنوند. لحاظ صوتی و تصویری روی وبسایت من هست، آخرالزمان و عدالت گم شده، و اونجا اشاره کردم که ما اونچه که در قرآن داریم مهدویت نوعیست، نه مهدویت شخصی، و توضیح دادم مراد از مهدویت نوعی چیست. زمین به صالحان و متقیان و مؤمنان میرسد و آنها زمین را آکنده از امنیت و موازین اصیل دینی خواهند کرد. و اون چیزی که ما در کتاب خدا داریم این است که همه مؤمنان صالح متقی خلیفه خدا و وارث زمین هستند. این آن چیزی است که ما در آیات قرآن داریم. مستند تک تک آیات رو اونجا بحث کردم. نیمه دوم بحثم اونجا در مورد سنت است، مهدویت در سنت معتبر. من روی کلمه معتبرش هم تأکید میکنم. هر چیزی که به نام سنت نوشته شده است لزوما پیامبر نفرموده است. هر چه به نام سنت نوشته شده است لزوما ائمه نفرمودند. به خصوص در بحث ظهور، ما بعد ظهور و امثال هم، خرافات فراوانی به عنوان حدیث در کتب ما یافت می شود. اگر بگویم در بحث ما بعد از ظهور اغلب قریب به اتفاق آن چیزی که به نام حدیث ذکر شده است فاقد سند معتبر است، حرف گزافی نگفتم. در اونجا 3 نکته را اشاره کردم که در سنت معتبر ما به دست می آوریم که آخرالزمان زمین پر از حس و عدالت خواهد شد، آنچنان که از ظلم و جور آکنده بوده است. در آخرالزمان همه مردم از رفاه و نعمتهای فراوان الهی بهرمند خواهند شد. کمتر ما این آر به گوشمون خورده، مشخصا مرفه می شوند و از نعمتهای وافر ربوبی برخوردار می شوند. و دین پالایش می شود. مهمترین ویژگی آخرالزمان این است که دین خدا از تحریف جاهلین، از تأویل جاهلین، از فریبکاری منتهلین و از تحریف غالیان، این 3 عنوانی است که در احادیث شیعه و سنی به شکل متواتر از شخص پیامبر نقل شده است. 3 گروهند که دین را ملعبه کردند و سیمای دیگری از دین نشان دادند. آخرالزمان دین پالایش می شود، دین پاکیزه ارائه می شود. این سیمایی است که ما در سنت معتبر پیامبر یا سیره معتبر ائمه می توانیم از او نشانی پیدا کنیم. و از اون مهمتر این که نیمه شعبان فی حد نفسه، نه به اعتبار مولودش، شب مبارکی است. اگر از شب قدر بعد از لیالی مبارک قدر بخواهید
ایام مبارک دیگری در طول سال قمری پیدا بکنید، یکیش نیمه شعبان است. اعتبار نیمه شعبان فضیلتی در حد و بعد از لیالی قدر دارد. اونها ردیف اولا و بعدش این شب قرار میگیرد و شب دیگر هم شب عرفه. اینها بهترین ایام دعا و تقرب درگاه خداوند است. اما عنوان بحث امشب من این رو ذکر کردم که عرض ادب بکنم نسبت به این شب مبارک و نکات مرتبط با. اما بحث اصلی عنوان بازخوانی عدالت و امامت است. این بحثی نیست که من امشب همه ابعادش رو بتوانم ارائه بکنم، اما میخوام در مورد ضرورت این بحث نکاتی رو خدمت شما عرضه بدارم و فی‌الواقع میتونم بگم که مقدمه بحثم رو امشب عرض میکنم و انشاءالله در مناسبت‌های دیگه ابعاد دیگری از این مسئله مهم رو به اطلاعتون خواهم رسون. بحثم هم رو عکس نوشتم، اکثر جاهایی که کوشش میکنم صحبت بکنم فکر میکنم احترام شنونده اقتضا میکند که بحث قبلا مکتوب شده باشد و فی‌البدایه چیزی با افراد در میان گذاشته نشود. بحثی مشکلی که ما در این زمینه داریم این است که قرن هاست ما در بحث عدالت در جا زده ایم. حرف تازه‌ای در این زمینه بر زبان نرانده ایم. در زمینه امامت مباحث اعتقادی ما رشد سرطانی کرده است. یعنی اگر با دیگر اصول اعتقادی مباحث امامت رو مقایسه بکنید چند ده برابر بحث توحید و نبوت و معاد و عدل ما در زمینه امامت بحث داریم، به گونه ای که عملا همه اون اصول دین و اصل مذهب رو تحت شعاع خودش قرار داده است و زمانی لازم است به آن چیزی که در مورد امامت نوشته شده است ما مراجعه بکنیم و اون رو مورد تأمل دوباره قرار بدهیم، بازخوانی کنیم. در این جلسه من کوشش میکنم به برخی نکات ضروری درباره منطق بازخوانی اشاره کنم و برخی اسناد رو که ما شیعیان رو چگونه میشناسند خدمت شما عرض میکنم. ذهنی هم نمیخواهم، ذهنی و کلی هم بحث بکنم. مواردی رو برای شما نوشتم و خواهم خوند که وقتی میگیم ما شیعه ایم ما رو چگونه میفهمند. بحثم هم در عوام نیست، دقیقا در محافل آکادمیک، در محافل دانشگاهی شیعه را چگونه میشناسند. اگر ما خود را در آینه دیگران نشناسیم توهماتی به ما دست میدهد که نمیتوانیم پیشبینی بکنیم، نمیتوانیم بگوییم ما که هستیم. اگر من این آمار رو نمیخوام اینجا عرضه بکنم، در صحبت دیگه هم اشاره کردم و نمیخوام تکرار بکنم، مؤسسه پیو یکی از معتبرترین مؤسساتی است که در زمینه‌های فرهنگی هر سال نظرسنجی میکنه. یادم هست سال 2012 اخیراً مراجعه نکردم، این سوال رفته بود از 54 کشور مطرح کرده بود، کشور مسلمان، که آیا شما شیعیان را مسلمان میدانید یا نه. و اگر آمار کشور به کشور را بررسی میکردیم، مؤسسه هست میتونید آنلاین مراجعه بفرمایید خودتون ببینید که برخی از کشورهایی که مثلا من فقط این رو چون بسیار سوزنده و تلخ بود، مثلا چند درصد فلسطینی ها شیعیان را مسلمان میدانند، در اردن چند درصد، در الجزایر چند درصد، در مصر چند درصد و هاکذا شمال افریقا و دیگر کشورها. این تازه کشورهای مسلمان است. اون وقت می روید برید سراغ جاهای دیگه ببینید ما در میان مسلمانان چگونه تلقی می شویم. اینا واقعیت هاییست که کسی که می خواهد به نام این مذهب سخن بگه ابتدا باید اینا رو ببینه و بداند که دیگر مسلمانان در مورد این مذهب چگونه فکر میکنند تا بعد بیاد خودشو معرفی بکنه. اگر این ذهنیت رو نداشته باشد وقت حرفایی میزند خیلی دور از آبادی، فوق‌العاده دور از آبادی. امشب من برای شما مطلبی رو انتخاب کردم
از یکی از دایره المعارف های اسلام معاصر مدخل تشیعش رو حدود یک صفحه فقط برداشتم ترجمه کردم و این رو برای شما بخونم. فکر میکنم احتیاج به هیچ شرح و بسطی هم نداشته باشه که وقتی ما میگیم ما شیعه هستیم، اینها تو یک مدرک آکادمیک چگونه شیعه رو معرفی کردند و درباره اعتقاداتی که من و شما ممکن است داشته باشیم این رو چجوری تصویر کردند و آیا اینها صحیح است یا صحیح نیست، آیا اینها در میان شیعان واقعا وجود دارد یا ندارد، یا اینها اشتباه نوشتن، کاملا خلاف واقع نوشتن. به هر حال عدالت و امامت دو اصل اختصاصی در اعتقادات شیعیست. امروز چگونه فهمیده می شود؟ در طول تکوین تاریخی این دو اصل، در طول تاریخ این دو اصل تطور یافتند. یعنی لزوماً آن چیزی که ما امروز میفهمیم چیزی نیست که 12 قرن قبل، 11 قرن قبل علمای ما میفهمیدند. این تطور چند قرن طول کشیده تا به یک درک نسبتاً پایدار و مورد توافق اکثریت علمای شیعه رسیده. فکر نکنیم هیچ مذهبی، چه شیعه، چه سنی، چه کاتولیک، چه پروتستان، چه مذاهب دیگر در ادیان دیگر، اینها از روز اول این نبودند. یک بستر تاریخی دارند. این بستر تاریخی چندین قرن طول کشیده. تو برخی مذاهب 8 قرن طول کشیده. تو برخی کمتر یا بیشتر تا به یک حالت پایدار رسیدند. در میان ما شیعیان هم همین گونه بوده. فکر نکنید از روز اول، از زمان پیغمبر حرفا همین بوده که الان ما داریم میزنیم. و اگر در طول تاریخ تکوین پیدا کرده باشد، بالاخره عوامل مختلفی در این تکوین تاریخی مؤثر بوده. دغدغه اصلی علمای ما مرزبندی و تمایز با اهل سنت بوده است. یعنی میخواستن در هر مسئله‌ای مشخص بکنن ما مثل شما نمی‌اندیشیم. این تمایز خب برخی جاها امروز معنای خودش رو از دست داده. اگر فرض بکنیم زمانی عدالت معناش این بوده که ما با تفکر اشعری سنی مسلط بر جوامع اسلامی مشکل داریم و انصافا توی زمینه هم برای اون قرون علما زحمت فراوانی کشیدن و عدالت رو به نحوی که تشیع رو از تفکر اشعری سنی متمایز بکند به دقت در کتاب‌های خودشون متمایز کردند. اما قرن‌ها می‌گذرد. آیا این مسئله عدالت صرفاً با همون نکات متمایز کننده از اشاعره کافی است و ما هیچ بحث دیگری در عدالت نمی‌توانیم داشته باشیم؟ یا اینکه امروز مسائل جدیدی در حوزه عدالت مطرح شده است که ما به عنوان پیرو و ائمه میباید موضع خودمون رو در مورد اون مسائل مشخص کنیم؟ و اگر چنین است، خب این مسائل در کدام یک از کتب ما انعکاس پیدا کرده است؟ آیا عدالت صرفاً صفت خداوند است؟ و یا اینکه نه، غیر از اینکه صفت خداوند هست، این به جای خود محفوظ، اما این عدالت میباید در میان انسان‌ها هم تأثیر خودش رو کرده باشد. بنابراین جامعه غیرعادلانه جامعه شیعی نیست. انسان غیرعادل نمیتواند دم از پیروی اهل بیت بزند. ضوابط این چیست؟ حکم غیرعادلانه نمیتواند در فقه اهل بیت موجود باشد. آیا ما ضابطه عینی داشته ایم که اینها رو در علومی مثل فقه هم، مثل اخلاق هم جاری بکنند؟ و اگر با تأسف بگوییم نه، خب معلوم می شود ما هنوز در همون قرن 4 و 5 تو بحث عدالت باقی موندیم. شعار عدالت داده ایم اما عمل عدالت و حتی کار علمی عادلانه هم نکرده ایم. اگر کسی می خواهد کارنامه ما در زمینه عدالت بسنجد، می باید فرض کنید در قرن 4 شیخ صدوق در باره عدالت 4 خط نوشته. این 4 خط بعد که رسیده به دوره ما، فرض بکنید الان معتبرترین کتاب کلاسیک در حوزه عقاید ما، عقاید الامامیه محمد رضا مظفر است که کتاب درسی حوزه علمی است. تفاوت بحث عدالت
در اعتقادات صدوق و بحث عدالت در عقاید الامامیه مظفر چقدر است؟ چند مسئله جدید در فاصله این 10 قرن تولید شده است؟ و اگر من بگویم هیچ مسئله‌ای یا بسیار اندک، در اون صورت باید گفت که ما در حوزه عدالت در جا زده ایم. آیا وارد فقه شده است؟ اصلی داریم که بگوید اگر امری غیر عادلانه است این نمیتواند تکلیف فقهی باشد؟ چون این اصلی کدام فقیه بهش فتوا داده است؟ کدام اصولی بر این اصل آمده کاری استواری انجام داده؟ تو بحث عدالت ما کاملا مشکل داریم، اما بیشترین مشکل بیشتر از این در حوزه امامت داریم و من بحث امشبم رو میخوام مقدماتی در این زمینه و مقدمات مستندی تو این زمینه خدمت شما عرض میکنم. در زمینه امامت ما به حدی شاخ و برگ مباحثش پیدا کرده که از توحید و نبوت و معاد هم تناورتر گشته است. تلقی مسلط از امامت در این قرن در زمان ما تلقی غلات معتدل است. غلات یعنی غالیان دو دسته بودند. غالیان افراطی بودند. غالیان افراطی کسانی بودند که نعوذ بالله ائمه را خدا پنداشتند. در زمان خود ائمه بودند، به شدت با اونها برخورد شده از جانب خود ائمه و اینها عملا از جامعه شیعی طرد شدند. یعنی خوشبختانه ما امروز کسی رو نداریم به اصطلاح علی اللهی باشد اینکه ائمه رو خدا بپندارد. اگر هم کسی همچون توهمی دارد، توسط قاطبه علما و مردم شیعه محکوم میشه. شما نمیتوانید بگویید معارف درستی دارید. اما بعد از طرد اینها، اینا آمدن خودشون رو بازسازی کردن. چگونه؟ بازسازی به این گونه اتفاق افتاد که از الوهیت ائمه دست برداشتن، از خالقیت اونها دست برداشتن، اما یک پله آمدن پایین تر شدن مفوضه. یعنی اینکه خداوند کار عالم را به 14 معصوم به اصطلاح تفویض کرده است، به اذن الله این امور را انجام میدن. تا گفتی به اذن الله دیگه شرک نیست. وقتی به اذن الله باشد هر کاری به اذن خداوند این مشکل شرک را بر می دارد. اما مشکل دیگری رخ می نماید. آیا این چنین تفکری توسط قرآن به رسمیت شناخته شده است؟ آیا رسول خدا مطابق سنت معتبرش این رو به رسمیت شناخته است؟ آیا احادیث معتبر از جانب ائمه این رو قبول کردن یا نکردن؟ یادمون باشد ما داریم در مورد یکی از اصول مذهب صحبت میکنیم. وقتی امر اصل اعتقادی باشد با یک خبر واحد نمیشود او اثبات کرد. اصل اعتقادی تقلید بردار هم نیست. اصل اعتقادی رو با تک تک مسلمانان و مؤمنان شخصا با تحقیق به او برسند. اصل اعتقادی دلیل یقینی میخواهد. شما در حوزه اعتقادات، خصوصا اصول اعتقادی نه فروع اعتقادی، نمیتوانید به ظنون خود، به گمانهای خود اعتنا کنید. میباید امر یقینی باشد. امری که بخواهد یقینی باشد یا باید آیه قرآن باشد، اون هم نه از متشابهات آیات، از محکمات آیات باشد. اگر هم در قرآن نیست نباید معارض با قرآن باشد اولا. ثانیا اگر در روایات میخواهیم آن را دنبال کنیم یا متواتر باشد یا قرینه قطعیه باشد که صادر شده باشد از پیامبر یا ائمه و به غیر از این به لحاظ دلالتش هم نص باشد، برو برگرد به اصطلاح نداشته باشد. اگر این بود اون وقت میتوان از اصل اعتقادی سخن گفت. اگر شرایط نبود صرفا تو یک روایتی چیزی نوشته، چند روایت ولو صحیح و سند هم باشد، این نهایتا تولید ظن میکند نه تولید یقین. با این نمیتوان اصل اعتقادی درست کرد. این رو علمای بزرگ ما بهش صراحت داشتن. از اگر کسی میخواد تو این زمینه کار کند، یکی از کسانی که بحث کرده علامه طباطبایی است.
در حاشیه‌اش بر کفایه در دیگر کتاب‌های خودش به این نکته اشاره کرده که وقتی می‌خواهید بحث اعتقادی کنید باید دلیلتان هم سند هم در دلالت یقینی باشد، مطابق موازینی که در تعالیم اسلامی در علوم اسلامی وجود دارد. خب اگر این اصل پذیرفته شد، اون وقت میریم سراغ این مباحثی که در مورد امامت ما مطرح شده. آیا همش این صفات را دارد؟ یعنی یا مبتنی بر محکمات آیات است یا مبتنی بر روایات متواتر نص. آیا چنین چیزی هست یا نه؟ بسیاری از فروع این ضوابط در موردش قابل جریان نیست. الان هم بگردیم در میان توده مردم ما، نه فقط توده عوام بلکه در میان بسیار از خواص هم این امور رایج است. اینها رو باید چه کارش کرد؟ بحث منم این نیست که با به راحتی اینا رو بذاریمش کنار بدون ضابطه. درم ضابطه میده، اینا ضابطه است. در مورد هر اصلی اگر کسی چنین گفت بگیم دلیلت را بیاور. دلیل ما هم یا کتاب خداست یا سنت معتبر رسول خدا یا سنت معتبر خود ائمه. اگر اینا نداشته باشی به جای خودش شما میخوای اعتقاد داشته باش، داشته باش، اما انتظار نداشته باش ما همچنین اعتقادی رو بپذیریم. من در مورد برخی از این فروع کار میکروسکوپی کردم، قبلا منتشرش کردم و اونجا نشون دادم موارد اینها سند ندارد، سند معتبر ندارد، با اینکه خیلی ها گفتن تو کتاباشون هم نوشتن. من نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. فرض بکنید به سادگی دارن میگه علم ما کان و ما یکون و ما سیکون رو همه ائمه داشتن، با کدام دلیل همچه حرفی میزنید؟ روایاتش اومده، من هر نوع روایتی که در کافی بوده اومدم بحث سندی کردم، میگم اینا نمیتواند اعتبار سندی ندارد. خب حالا یه بحث رو میخوانم برای شما، وارد اون جزئیاتی که قبلا نوشتم و گفتم نمیشم، بحث جدید. ببینید کتابی منتشر شده به نام دائرة المعارف جهان اسلام آکسفورد، ناشر معتبر، سرویراستار این کتاب جان اسپوزیتوست. جان اسپوزیتو هم در قید حیات یک اسکالر شناخته شده. این سرویراستار چند جلد هم هست. این کتاب مدخلی دارد به نام اسلام شیعی. من حدود یک صفحه خودم رو عیناً ترجمه کردم از این مدخل و من میخوام بخونم برای شما. این رو فرض بکنید فلان وهابی توی عربستان سعودی ننوشته، فرض کنید فلان فرد کم سواد هم تو افغانستان و پاکستان ننوشته. توی این رو وقتی میخوان بهش ارجاع بدن به عنوان یک متن آکادمیک بهش ارجاع میدن. ببینید چیه، چجوری معرفی شده. همش نیست، اگه همش بود خودش دو ساعت طول میکشت، اما عباراتی که آوردم مواردی است که من و شما بهش توجه کنیم. میگه اهل سنت معتقدند ارتباط مستقیم بین خدا و انسان برقرار است. آنها به عالمان دین به عنوان هادیان تعالیم دینی می نگرند، یعنی اهل سنت، نه به عنوان شفیعان نزد خداوند. از آن سو شیعیان شفاعت را جزء جدایی ناپذیر اسلام می شمارند. آنان، یعنی شیعیان، بر این باورند که به امامانی که جانشین پیامبر بودند الهام الهی صورت گرفته و حلقه واسطه بین خدا و امت محسوب می شوند. آنها همچنین معتقدند که یکی از امامان در آخر زمان رجعت خواهد کرد و شیعه را از چنبره ظلم رها کرده آزاد خواهد نمود. حالا ادامه داره. من این عبارت رو که خوندم یک جملهش به شدت تکانم داد. مسلمانان اهل سنت به گزارش این مدخل رابطه مستقیم با خدا دارند، اما مسلمانان شیعه رابطه مستقیم ندارند، یک واسطه دارند. واسطه کیست؟ ائمه. یعنی من اگر بخواهم با خدای خودم رابطه برقرار کنم با در خانه ائمه برم، از طریق اونها با خدا ارتباط برقرار کنم.
اما غیر شیعیان، مسلمانان غیر شیعه مستقیم میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. این کدام مذهب رو تو ذهن شما میاره؟ کدام دین رو تو ذهن شما میاره؟ آیا ما به این قائلیم؟ و شما میدونید واژه هایی که استفاده کرده دقیقاً واژه های ریدمشن وقتی به کار میبره، ببینید تو عالم مسیحیت این معنا داره. یعنی شما از طریق عیسی مسیح فقط میتونه رستگار بشی. هیچ رستگاری جز از طریق عیسی در تفکر مسیحیت موجود میسر نیست. آیا شیعیان هم چنین میگویند؟ یعنی شما عیسی رو بردارید جاش ائمه بگذارید، بگید که همچنان که مسیح رستگاری جز از طریق چرچ و از طریق عیسی مسیح میسر نیست، تفکر شیعه هم میگوید رستگاری بدون طریق ائمه میسر نیست. یادمون باشد بس در امکان شفاعت نمی کنیم که کسی بگه آقا شفاعت از مسلمات است. بدون تردید شفاعت از وجود دارد. اهل سنت هم قبول دارند که شفاعت امری ممکن است، حداقل از طریق پیامبرش رو هیچ مسلمانی نمیتونه انکار بکنه، غیر از وهابیون که حرف دیگری میزنند. اما این مختص شیعیان نیست. بس در امکان شفاعت نیست، بس در این است که آیا شفاعت شرط ضروری رستگاری به فلاح هست یا نه. تفاوت به بکس بسنجد از کجاست تا کجا. اگر شیعه این معرفی کرده که سنی میگوید بدون واسطه میتوان به خدا با خدا ارتباط پیدا کرد، اما شیعه میگه تنها راه ارتباط ممکن از طریق اهل بیت است، اگر شما از طریق نروی ارتباط درستی برقرار نمیشود، اصلا ارتباط نمیشود. بعد وقتی نگاه میکنی، من حالا یه دایره المعارف رو آوردم، دایره المعارف دیگه رو نگاه میکنی، دایره المعارف اسلام لیدن که معتبرترین کار آکادمیک توی حوزه‌های اسلامی صورت گرفته از دهه 1950 به این طرف، الان به ویرایش سومش رسیده، اونا آمده همه روایتش هم آورده. وقتی ذکر میکنه که بدون ولایت امام رستگاری ممکن نیست، روی کافی هم هست، کتاب دیگه هم هست، خب میشه مستند همین دیگه. یعنی شما اگر میخواید رستگار بشید غیر از این نمیشود. ائمه رو برداشت جاش عیسی بگذار، تفاوت چه میشود؟ لذا بنده بحثم امکان عدم امکان شفاعت است، بحث این امکان رستگاری خارج و داخل این طریقه است که گفته شده. این اولین نکته که وقتی حالا اینو سر کلاس بخوای مطرح بکنی، چجوری اثبات بکنی آقا شفاعتی که شیعه میگوید این نیست، یه چیز دیگری است. اینها شفاعت اینجوری برای ما اومدن معنا کرده. یک پاراگرافش. دومیش، مسلمانان شیعه مناسک عبادی حول امامانشان را متحول کردند، به نحوی که امامت به هسته مرکزی ایمانشان تبدیل شده است. آنها به زیارت قبور و مراقد ائمه و اهل بیت پیامبر می روند تا ارادت خود را ابراز کنند و در سالگرد تولد یا وفات آنها مراسمی تجلیلی برگزار کنند. مسلمانان سنی از این مراسم اجتناب می کنند. شیعیان به نوبه خود خلفای اهل سنت و سیطره غیر شیعیان را بر جهان اسلام محکوم می کنند. آنها یعنی شیعیان خود را عضوی از امت مبارز که برای ایجاد جامعه عادلانه بر مبنای احکام الهی تلاش می کنند معرفی می نمایند. اتفاقا این به بحث امشب ما هم بس خیلی مربوط است. ما میگیم که آخر از زمان عدالت گسترده می شود. یعنی چگونه این معنا شده؟ به گونه ای که آمدیم ما مناسک و عبادات رو بر اساس امامت عوضش کردیم، متحولش کردیم به گفته نویسنده این مدخل در دایره المعارف. و چگونش کردیم؟ همونطور که اشاره شد، ما همه سالمون بر اساس این اشخاص میچرخد. بالاخره اگر شادیم به تولد اونها شادمانیم، اگر غمگینیم به عزای اونها غمگینیم. پس حرف بی ربطی نزده که
ما شادی و غممون رو، مراسممون رو با موالید و وفیات ائمه علیهم السلام تنظیم کردیم. عباداتمون هم، حالا عبادت رو ذکر میکنی، شما نگاه کن از خود صلواتمون شروع میکنیم، میبینیم این، خب این ذیل صلوات رو اهل سنت ندارند. تا موارد دیگه رو ما داخل نمازمون هست، در اذان اقامه‌مون هست، و شرط قبولی تک تک اینها هم میگیم چی؟ ولایت اهل بیت. خب بنابراین وقتی میگه عبادات رو، مناسک رو متحول کردن، از منظر اهل سنت حرف دور از آبادی نزده، چون این شده است و الان این به هر حال وجود دارد. بعد اینکه واقعا دینداری صرفاً حضور در مراسم ائمه است، از خودمان سوال بکنیم. یعنی ساده تر از این، تلقی امثال من از کودکی وقتی امیرالمؤمنین رو ذکر میکردم یاد عدالت میافتادم، یاد آزادگی میافتم. خود علی برای ما موضوعیت نداشت، امام علی برای ما شاهراهی بود که ما رو به فضائل و ارزش‌های انسانی راهنمایی میکرد، نه اینکه ائمه خودشان موضوعیت داشته باشند. شخص ائمه تنها برای ما وسائلی بودند که ما رو به خدا میرساندند. نمیگفتیم هم، ببینید من توی عرایض دیگه هم گفتم، اگر پیامبر فرمودند انا مدینه العلم و علی باباها، ما این رو باور داریم. وقتی مشرف میشویم به مسجد الحرام، اونجا درهای متعدد دارد. نگاه هم بکنی نوشته در، فرض بکنید اینجا باب علی ابن ابی طالب است، باب دیگر صحابه هم وجود دارد. خب ما به احترام اماممان وقتی میخوایم وارد مسجد الحرام باشیم، حتی راهمون رو دورتر میکنیم که از اون در وارد بشیم، اما نمیتونیم این کار بکنیم که این مسجد درهای دیگری هم دارد. صحابه هم درهایی بودن، اسماشون هم اونجا هست، همونها که ما باورشون هم نداریم، بهشون هم نگرانی های فراوان هم از اعمالشون داریم، اونها هم وجود دارن. بالاخره اکثر مسلمان ها اونطوری فکر میکنن، نمیتونیم کار بکنیم که شما مسلمان نیستید فقط ما مسلمانیم. خب اونا هم مسلمان هستن، اگر مسلمانن هم از باب علی میشود وارد شد، هم از باب خلفا میشود وارد شد. بالاخره هممون وارد مدینه النبی شده ایم. حالا ما میگیم ورود ما بهتر بوده است، اینو خدا میداند آخرت و اعمال ما، اما نمیتونیم بگیم دیگران که وارد نشدن. حالا ایشون میاد میگه که اینها اجتناب میکنن. اجتناب به خاطر چی میکنن؟ به خاطر اینکه دیدگاه مسلط شیعه شده دیدگاه شخص پرستانه، دیدگاهی شده است که عملا ائمه شده اند غایت نه طریق. اون چیزی که ما داشتیم ائمه برای ما طریق بود نه موضوعیت. طریقیت با موضوعیت فرق میکنن. ما یک موضوع بیشتر نداریم، اونم خداست. پیامبر ما هم پیامبر اوست، پیامبر موضوعیت ندارد، ما که مسیحی نیستیم. ببینید دین ما اونجا میگه مسیحی، یعنی منسوب به مسیح. اسمی که برای ما گذاشته بودن تا قرن 18 هم ما رو محمدان میخواندند، نمیگفتن مسلمان. اینا توهم کرده بودن که چون ما مسیحی هستیم باید اینها هم محمدی باشن، یعنی منسوب به محمد. اینا خبر نداشتن رسول خدا برای ما نام رسان الهی است، ما کتابمان خدا نامه است. به قول اون آقا میگفت که اگه فردوسی اومده شاهنامه نوشته، اینی که ما داریم یه اسم دیگری قرار بود براش بگذاریم، اسمش خدا نامه است، هیچ اسم دیگه نمیشه گذاشت، نمیشه به پیغمبرم نسبتش داد، این مال خداست. این اعتقاد ما مسلمون هاست، میگیم کلام الله مجید، این کلام خداست، اینو مال خداست. حالا ما بیان کتابی که پیغمبرش هم اول باید بگی عبده، بعدش بگی رسوله. هر روزی هر نمازی که میخونی چند باری رو تکرار میکنی برای که توهم نکنی این دین توش ما پیامبرش مثل مسیحیت محرف موضوعیت ندارد. حالا شما بیاین یک شاکله دین رو عوض بکنی، نه تنها پیامبر توش موضوعیت پیدا کنه، 13 نفر دیگه غیر از پیامبرم بیان اینجا موضوعیت پیدا کنند. نیست فاصله چه اتفاقی افتاده؟ قرآن ما محورش خداست، حتی پیامبرم موضوعیت ندارد.
اگر شیعی برای ائمه موضوعیت قائل است، ای باید ادله خودش اقامه بکند. به چه دلیل تو اینا رو داری میگی؟ قرآن تو رو تایید نمی کند. اول تا آخر قرآن بخون، یک آیه اقامه بکن که قرآن همچه فکر رو تایید میکند. اگر روایات هم میگی، روایت معتبر بیار، روایت متواتر بیار. ما دستگاه روایت سازی داشتیم. دستگاه روایت سازی یعنی این که عده‌ای به عنوان روایت ساز کارخانه روایت سازی داشتن. به زبان امام صادق اینا لعن شدن، اسم میبره. وقت میبینیم روایت همونا اومده تو کتاب ما ذکر میشه. بسیاری از این روایت اختصاصی شیعه مال همون هاست که امام باقر امام صادق لعنشون کردن. متاسفانه وجود داره. حالا عده‌ای هم ندانسته میان به همین روایت استناد میکنن، بعد میگه آقا متواتره. برادر من ایران نگاه کن، بشین سندش رو نگاه کن، گیر داره. کار دیگری کردم، اینا رو قبلا کردم، نمیخوام تکرار کنم. آدرس میدم، خواستید برید بخونه. تأملی در منابع اعتقادی زمانی که تو ایران هم بودم منتشرش کردم، تأملی در منابع اعتقادی. اونجا اومدم کتاب الحجه کافی رو بردم زیر میکروسکوپ، معتبرترین کتابمون رو، و گفتم روایاتش که مال کتاب الحجه، بحث امامته، اینا از چه اعتباری برخورداره. وقتی اونجا نوشتم با اونم معیار خودم رو نگذاشتم بگن کسی معیارم تو سختگیران است. محمد باقر مجلسی اخباری بوده، اخباری معتدل بوده، دیگه سهلگیرتر از این عالم پیدا نمی کنیم، یعنی آسانگیرتر از این نسبت به روایت کسی پیدا نمی کنیم. نیومدم صاحب مدارک رو بگذارم که بسیار سختگیره تو روایات، ساده گیرترینش، سهلگیرترینش رو گذاشتم، مطابق کار رجالی که محمد باقر مجلسی در تو در مرآت العقول کرده. مرآت العقول شرح کافی مجلسی است، اومده بر دوره کافی شرح نوشته، ابتدا حدیث ها رو بررسی سنده کرده، بعد به لحاظ دلالت بهش پرداخته. در مرآت العقول، در کتاب مرآت العقول من آمدم حدود 900 روایت یک به یک جدول درست کردم، نشست آخرش در آوردم. به محاسبه مجلسی بیش از 70% روایات اعتبار سندی نداره. میدونید معناش چیه؟ یعنی این که وقتی امری جز اختصاصات مذهب است بسیار سختگیر باشید لطفا، و از ما سوال کنید دلیل چیه؟ سند چیه؟ اگر چون این سختگیری های علمی صورت گرفته بود، اون وقت امروز با همچون متونی ساز ما مواجه نبودیم که سرفکنده باشیم به این چیزایی که دارن به ما نسبت میدن. اینا خلاف قرآن است، ولی متاسفانه وجود دارد. تو برخی روایات هم اینها میشه پیدا کرد. تو اعتقادات بسیاری عوام هم وجود دارد. متاسفانه تو اعتقادات خیلی از خواص هم هست. بعد میگه که ما میگیم عدالت برای همه جهان، آمدن چیز کردن که تفسیر کرده که نه، اینا میخوان خودشون تشخی پیدا کنن. ادامه میده، میگه همه شیعیان امامان را وسائط بین خدا و انسان میدانن. همه شیعیان هم سه طایفه شیعی داریم، اثنی عشری، زیدی، اسماعیلی، قبلش ذکر کردیم. میگه همه اینها ائمه را واسطه میدانن. خب حالا انصاف مطلب، این حرف این آقا واسطه فیض میدانند یا نمیدانند؟ بعدم این سوال من اینجا با دوباره تکرار می شود، آیا بدون شفاعت کسی رستگاری نمی تواند پیدا کند؟ بس در امکان نیست، بس در اصل است، اصل رستگاری. میگه شیعیان اثنی عشری به 14 معصوم اعتقاد دارند که شامل محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و 9 امام باقی مانده می شود. فاطمه زهرا به عنوان نماد خلوص و فضیلت اسوه بانوان محسوب می شود، و امام حسین که جانش را در جنگ فدا کرد غیر قابل جدایی از آدمیان است. ذکرم نمی کنه در کدام جنگ، علیه چه کسی. بالاخره این جنگ کمی جور نبوده، این جنگ علیه یک مواردی بوده است، می باید ذکر میکرد که نکرده. و بعد این ببینید، اگر کسی مسیحیت رو بشناسه، در مسیحیت بدون عیسی به قول اینا سالویشن منتفیست. وقتی اومده برای امام نوشته، میگه بدون حسین این جدایی ناپذیر از آدمیانه. کسی که به اون بک‌گراند داشته باشه میفهمه چی گفته. این کاملا ترجمه صورت گرفته که ما اسما رو بردارید، کلمات رو بردارید، چی جو گذاشته میشه. رنج کشیدن و شهادت نقش اساسی در ایمان شیعه بازی میکنن.
مؤمنان اهل بیت پیامبر، مؤمنان اهل بیت پیامبر را به دلیل رنج سفرینگ، ببینید اینا همه واژه‌هایی که تو مسیحیت معنا داره، و تحمل شکنجه در راه خدا توسط خلفای اهل سنت تقدیس می‌شوند. آنها امامان، آنها یعنی شیعیان، امامان را اسوه‌های فداکاری و قربانی شدن در مقابل استبداد معرفی می‌کنند. آنها یعنی شیعیان معتقدند که هر امام به استثنای امام آخر به عنوان شهید از دنیا رفته است. برخی گروه های شیعی مرگ در راه ایمان را بالاترین افتخار می دانند. خب آیا حالا این مطلب رو اینجا مجمل گفته، تو پاراگراف بعدیش اینو بازش کرده مسئله را. آیا بازساز شیعه بازسازی شده مسیحیت محرف است که عیسی مسیح اونجا رنج کشید و ما با اتصال با عیسی مسیح به آرامش میرسیم، او رنج میکشد ما به آرامش میرسیم؟ آیا حسین ابن علی هم در کربلا رنج کشیده تا من گناهانم بخشیده شود؟ اگر باور ندارید حالا پاراگراف بعدیشو بشنوید تا ببینید چجوری ما تفسیر شدیم. قبل از او اینجا آمده میگه که 11 امام شهید شدن. جالب این مطلب رو شیخ صدوق در اعتقاداتش در قرن چهارم نوشته و شیخ مفید تو تصحیح الاعتقادش آمده توضیح داده این مطلب صحیح نیست. آن که ما سند داریم، حرف شیخ مفید است نه حرف من، میگه آن که ما سند داریم برش، مطمئنیم، یقینیست، علی ابن ابی طالب شهید شده است، حسین ابن علی شهید شده است. بعد ذکر میکند دو نفر از امامان هم ما میدانیم مطمئنی مسموم شدن، حسن ابن علی رو ذکر میکند و موسی بن جعفر رو ذکر میکند. بعد میگه که علی ابن موسی رضا هم احتمالا مسموم شده است، در مورد بقیه هم ما چیزی نمیدانیم. این سخن شیخ مفید است. حالا این مطلب که امامی نیست مگر شهید شده باشد، ببینید بگردید ببینید آیا این بزرگ ما شیخ مفید بوده چنان گفته، ببینید چگونه ما داریم تلقی میکنیم و تفسیرش میکنیم. پاراگراف بعدی میگه مسلمانان شیعه به هر حال بسیاری از مناسک عبادی را حول رنج و شهادت متحول کردند. رنجش این بحث سفرینگ مسیحیت است، شهادت هم خب توی فضا دیگه میدونید شهادت اینا به چه معنا دارن مطرح میکنن، بین این دوتا متحول کردن. آنها موالید و وفیات ائمه را به احترام امامان تعطیل کرده مراسم برگزار میکنند. قبلا هم گفته بود بسیاری بازسازی تراژدی شهادت امام حسین در کربلا را سالانه برنامه ریزی میکنند با قرائت مقتل، دسته های عزاداری خیابانی، تعزیه های عاطفی برای بزرگداشت مرگ حسین. من با ادبیات خودش به کار بردم، نه ادبیاتی که ما به کار میبریم. گریستن، زیارتخانی و سینه‌زنی یا زنجیرزنی بخشی از این تجربه سالیان است که مؤمنان آنها را برای کفاره گناهان شخصی خود با تطبیق بر رنجی که بر حسین رفت انجام می‌دهند. لطفاً این عبارت رو من گوش کنید، دوباره می‌خونم. این کاری که ما تو عزاداری‌ها می‌کنیم، گریستن، زیارتخانی، سینه زنی، زنجیر زنی، مؤمنان آنها را برای کفاره گناهان شخصی خود با تطبیق بر رنجی که بر حسین رفت انجام میدن. کربلا همچنین افتخارات شیعه را به عنوان اقلیت تحت ظلم برای بازگرداندن عدل الهی به نمایش مجدد میگذارد. خب این جمله‌ای که تو اینجا منو تکون داد و ببینید سر کلاس وقتی من میخوام بگم شیعه این هست یا این نیست، میگه بفرما اینجا نوشته که کتاب بی ربطی نیست، دایره المعارف، نویسندش هم کذا و کذا. آیا ما عزاداری میکنیم و این عزاداریمون کفاره گناهانمون هست؟ یعنی به ازای قطره اشکی که میریزیم، رنجی که حسین ابن علی علیه السلام کشیده، این باعث میشه که من ثواب ببرم برم بهش؟ متاسفانه روایت داریم، بله ما این حرفی که بده کاملا مستند به روایات متعدد است، خیلی روایت است، یک کتاب روایته، طوفان البکا، روضة الشهدا،
کتاب نوشتن در این زمینه. شما همین وارد مجلس امام حسین که بشید کار تمام است، هر چی گناه کردی بخشیده شد. خب نوشته دیگه، بعد ور میدارن فکر میکنید یا نمیفهمن و فکر میکنید فقط ما این روایاتو میخونیم. خب حسین ابن علی برای شما کیه؟ میگه عیسی مسیح اوناست. وقتی بگن که ما تردید داریم در اسلام اینا، میگه اینا تحریف شده، اینا تحمیل شده، تطبیق شده تفکر مسیحی بر اسلام هستن. حق دارن یا ندارن؟ علمای شیعه هیچ کدوم اینا نخوندن؟ فقط هم اینجا نیست، اون یکی نویسنده‌هاش هم آدم معتبری هستن. مدخل تشیع رو توی دایرة‌المعارف اسلام مادلان نوشته. مادلان جزء منصفترین شیعه شناسان معاصر. من الان جلسه دیگه میخوام فقط حرف اونا رو بیارم بذارم اینجا برای شما بخونم، بگم مهمترین دانشمندان شیعه شناس دنیا رو ما رو چجوری معرفی کردن بر اساس روایات خودمون. پاراگراف آخرش هم اینه: زیارت قبور و مراقد امامان یکی از جوانب مهم عبادت شیعی است. سفر مؤمنان به عتبات عالیات برای بهره‌مندی از مواهب و شفاعت است. قشنگ اینو ذکرم، عباراتی که به کار میره بلسینگ به کار برده که من مواهب ترجمه کردم، اون میگم شفاعت هم اینترسشن. خب اون درست. کربلا، نجف و قم بلاد مقدس‌ترین مراقد شیعی است. صدها هزار زائر سالیانه این مراقد و دیگر مرقدهای شیعی را زیارت میکنند. البته مشهد و اینها رو یادش رفته بنویسه یا اشکال داره، ولی بالاخره اینها رو نوشته. خب حالا واقعش در نظر بگیریم، ما وقتی داریم میمیریم بزرگترین آرزومون چیه؟ به نصر خودمون پدر و مادرتون مراجعه بکنید. میگه من مثلا کربلا و نجف نرفته باشم، انگار اصلا ایمانش ناقصه دیگه. حاضرش میکنه، این میگه وقتی مناسک رو به این سمت بردن به نظر میرسه بی ربط نگفته. خب این مطلبی بود که من اینجا انتخاب کردم. دو سه جملهش رو میخوام دوباره بهش گریزی بزنم. یکی اون بحث واسطه بودن خیلی بحث سنگینیه. دومش هم همین نکته تطبیق حسین ابن علی با عیسی مسیح. اسم عیسی رو نبرده اما کاملا واژه ها داد میزنه داره چی کار میکنه. و اون سوال من اینه که واقعا این رو من اینجا ذکر میکنم، ضبطم میشه، منتشرم میشه، آیا ما معتقدیم بدون شفاعت امکان رستگاری نیست؟ اگر چنین است تفاوت ما و مسیحیان در چیست؟ و اگر این صحت دارد پس این همه آیه قرآن چه کارش باید بکنه؟ قرار نیست که ما با تشیع بیام یه دین جدیدی ارائه بکنیم، یه شاکله متفاوتی از قرآن، یه شاکله متفاوتی از سنت معتبر پیامبر، یه شاکله متفاوتی از سیره معتبر ائمه. جای من ذکر کرده بودم نهج البلاغه، بردارید بخونید. آیا از تو نهج البلاغه به دست میاد؟ برداشته نوشته آقا همه حرف حضرت علی که تو نهج البلاغه نیست. بله بنده هم میدونم. هشت جلد، هفت جلد دیگه از کنار نهج البلاغه تازه میشه مجموعه فرمایشات امام علی، فارغ از سندشون ها درست یا غلط. به هر حال نهج البلاغه بین ماست، اونا هم هست. آیا این تفکر حضرت علی بهش تفوق فرموده؟ یعنی علی که من و تو میشناسیم اینه؟ آیا امام حسین در سخنان واقعش این تصویر رو کرده؟ یه تصویر روزخانان است. تشیع روزخانان با تشیعی که شیخ مفید و سید مرتضی را کردن دو تاست، متفاوته. همونطور که الان شما ببینید تو منابر ایران، حالا قبلا روزخانان بودن، حالا الحمدلله اومده شرسته به مدهان، یعنی یه پله هم اومدیم پایین تر. حالا تو تفکری که ما رو دارن معرفی میکنن دیگه حاصلش این شده. اینایی که توی مدخلای دایرة‌المعارف نوشتن این همون چیزیست که روزخانان بلکه مدعیان دارن معرفی میکنن. انصاف مطلب اینه که من اینجور شیعی نیستم. هیچ عاقلی نمیتوند اینجوری
دنبال اهل بیت بره. ما نیامدیم اهل بیت رو مسخره کنیم. نه، اهل بیت پیامبر خدا هستن. اهل بیت پیامبر خدا که نمیتوند خلاف سخن پیامبر و سخن کلام الله مجید چیزی بگه. این تصویر تصویر خلاف کلام الله مجید، این تصویر خلاف سنت رسول الله است. این تصویر هیچ کدوم از ائمه ما نفرمودند. حالا شما ورد و فلان زیارت هم نوشته، اگه اینها اگه اینا نباشن بارون نمیبارن، اینا نباشن خورشید نمیتابد، اینا نباشن آسمان رو زمین خراب میشود. من اقامه دلیل میکنم، میخوام دلیل بخوام برای اینا. به چه دلیل شما این حرفا رو دارید میزنید؟ اگر پیغمبر ما بشر مثل کن بوده، یعنی این حرفا در مورد پیغمبر صادق نیست، به طریق اولا در مورد اهل بیت هم صادق نیست. حالا تو فلان زیارت نوشته باشد، این با محکمات کتاب سازگار نیست، با مسلمات سنت معتبر سازگار نیست. بازخوانی یعنی این، بازخوانی یعنی این جرأت داشته باشیم بپرسیم چرا. بحثم این نیست که بنده قبل از اینکه اینجا بیام بیشترین انتقاد رو بر وهابیون کردم. کسی نیاد بگه این حرف وهابی است. خیر، وهابی ها زائده هستن بر عالم اسلام. بیشترین جنایات و الان هر جنایتی داره تو دنیا اتفاق میفته به نام اسلام برمیگرده به اونا. پشت سر همه گروه های تروریست جریان وهابیت و سلفیگری هست و پول های پترودالری تو پشت سرش هست. اما اینا ما اگر ما نگیم این انتقادات رو ما نکنیم، اون وقت کسانی میان ذکر میکنن که هیچ کدام از این فضائل رو هم باور ندارن، فکر میکنن اهل بیت پیامبر یعنی همین خرافات. شاکله عقلانیت در اسلام بر امیرالمؤمنین میچرخد. این رو من همه جا گفتم. اگر علی نبی بود این معارف فلسفی در بین ما نبود. اگر چرا همه سلسله های عرفا سلسله به علی ابن ابی طالب میرسانند الا یکیش؟ یعنی توی معارفشون یه چیزایی هست که از توش فلسفه در میاد، عرفان در میاد. وقت ما اینا رو بذاریم زمین، تشیع رو به اینا معرفی بکنیم، توی این مدخل یک کلمه نوشته نشده که آقا شیعه یعنی عقلانیتی و عرفانی که علی ابن ابی طالب میگوید. وقت به جاش خرافات اومدن ذکر کرد. خب حالا این درد بی درمان ما ایناست که تا بخوای هم این مطالب رو ذکر بکنی، من یادمه اولین مقاله‌ای که در مورد پالایش امامت نوشتم آژیرهای خطر بلند شد سال 84 که اگه بخوای ادامه بدی فکر خیلی چیزا رو باید از سرت به در بکنی. شما نگاه بکنید، من سه مقاله در اون زمین نوشتم متوقف شد، قرائت فراموش شده، تأملی در منابع اعتقادی و یه مقاله دیگه. این سه تا مقاله بحثام رو شروع کردم. حالا جالبه، بدون اجازه من مقال اینها به صورت کتاب تو بیروت چاپ شده 2011، بدون اجازه و اطلاع من. تو فارسی من نمیتونم اینا رو منتشر کنم، تو کشور خودم امکان نداره اینا رو منتشر کنم. بحث فلسفی مونده، حالا کسی بیاد تو این موارد، اون وقت آمدن کتابی که من اجازه انتشارش تو کشورم ندارم ورداشت نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در بهمن 1394 یعنی سه ماه قبل منتشر کرده در نقد همین ها. عبارت اولی که آورده تحریف کردن حرف من، یعنی اقلا بر نداشتن که وقتی شما میخوای بیای حرف ما رو نقد بکنید حرف من رو نقد کنید، نه حرفی که من نزدم. اونجا گفته که فلانی برای امامت حتی نص از جانب پیامبر و امبرم قائل نیست. من دستم اونجا گفتم امامت بدون نص ممکن نیست. بحث انتخابات که نیست، که مثل عالم که شما میخواد عالم میخواد گزیده بشه، این مراحل خودشو داره. با نص از جانب پیامبر و امامان است. این از جیب مبارکشون گذاشتن اونجا به نام من منتشر کردن. این میزان تقوای تو جامعه ماست. یعنی برای حذف رقیب خودشون حتی حاضرن دروغ هم بیان بگن. به هر حال عرض بنده این که من ضوابطم رو بگم توی این تحلیلی که کردم خدمت شما. ما معارفمون احتیاج به پالایش دارد. منظورم این نیست که معارف اهل سنت پالایش نمیخواد.
اونا مشکلات خودشون رو دارن. از دل تفکر اهل سنت این قشرگری خشن در می آید، از دل متاسفانه تشیع هم غلوف در آمده است. ما دوتا زائده است که هم اونا مشکل دارن هم ما مشکل دارن. حالا ما در مورد مشکلات خودمون صحبت میکنیم، اونا برن در مورد مشکلات خودشون صحبت کنن. ما برای رفع این مشکلات مراجعمون ضابطه اولمون محکمات کلام الله مجید. من روی محکماتم تاکید میکنم، نه هر آیه متشابه، محکمات کلام الله مجید. دومش مسلمات سنت معتبر پیامبر صلوات الله علیه. سومش مسلمات سیره معتبر ائمه خدا. هم مسلم توی اینها هم محکم دارن، متشابه دارن، رو مسلماتش بحثم و معتبرش. و چهارمینش هم موازین عقلی کلاسیک، عام از ملازمات عقلی، موازین عقلی مدرن از قبیل تفکر انتقادی و رویکرد تاریخی. یعنی وقتی ما یه روایت رو میخونیم، حداقل در مورد امکان تحققش از خودمون سوال بکنیم، مثلا ممکن است محقق بشود یا نه. این سندش هم خیلی خوبه ها، سند درست، اما وقتی نگاه میکنیم این اصلا امکان وقوع نداشته با قرار تاریخی. این میشه که تاریخ نحوه برخورد انتقادی رو مطرح کردن. به هر حال رویکرد شخص مدار به امامت، ائمه را به مجاری فیض و عیساهایی که پسر خدا نیستند اما دارای تمام اختیارات ربوبی در تکوین و تشریع، البته باذن الله هستند که خداوند کار عالم و آدم را در دنیا و آخرت به ایشان سپرده است، تبدیل کرده است. این خلاصه تفکری است که الان من و شما را دارن تو دنیا معرفی میکنم. من این جمله را دوباره میخونم، با دقت نوشتمش. رویکرد شخص مدار به امامت، ائمه را به مجاری فیض و عیساهایی که فقط پسر خدا نیستن، بقیهش هستن، فقط پسر خدا نیستن اما دارای تمام اختیارات ربوبی در تکوین، ولایت تکوینی و تشریع، ولایت تشریعی، البته به اذن الله هستن که مشکم شرکم نشن. و خداوند کار عالم و آدم را به آنها سپرده است، در دنیا و آخرت به آنها سپرده است. انصاف مطلب، آیا قرآن شما را تایید میکنه؟ آیا پیامبر اینجوری اسلام رو معرفی کرد؟ و بعدم اگر واقعا کسی فکر میکنه اسلام یعنی این، فکر نمیکنه که بالاخره باید خدا یه جوری به ما گرام میداد که بفهمیم؟ این تلقی نه تنها مستند قرآنی ندارد، بلکه با محکمات و روح قرآن در تنافی است. سالیان با مسلمات سنت معتبر نبوی همخوانی ندارد، بلکه در تخالف است. سالسن با مسلمات سیره ائمه هم سازگار نیست، بلکه در تعارض است. البته حجم متنابهی حدیث ساخته و پرداخته غلات در کتب روایی ما به چشم می‌خورد که گاهی با ادعای تواتر آنها هم مشکلات فراوانی برای ما ایجاد می‌شود. وقت آن رسیده که تکلیف خود را با این تلقی غلات تفویضی یعنی مفوضه مشخص کنیم. وضعیت اخباریون و اصولیون را با این روی کرده خصوص در این چند مرحله، در چند مرحله تبیین کنیم. مرحله اول تا حوالی قرن پنجم، مرحله دوم بین قرن پنجم تا دهم دوران به قدرت رسیدن صفوی است. مرحله سوم بین قرن یازدهم تا الان که قرن پونزدهم باشه. ببینیم تو هر کدوم از این سه مرحله علما چطوری به اصطلاح این مواردی که من عرض کردم رو چجوری تبیین کردن. البته سخن اونها الزامی برای ما ایجاد نمیکنه، اما حداقل چراغ راهنمایی برای تحقیقات ماست. این که مختار ما به چه دلیل درست است یا به چه دلیل به این عرایضی که من کردم میتوان تشیع اطلاق کرد، به میزانی است که با اون چهار معیار سازگار باشد. یعنی اگر میخواد ببینید حرف من درست یا درست نیست، ببینید با این چهار تا معیاری که ارائه کردم سازگار هست یا نه. بنابراین قبل از هر چیزی لازم است بدانیم موازین تفکر شیعی چیست. اون تفکر موازین محکمات کلام الله بود، مسلمات سنت معتبر پیامبر بود، مسلمات سنت سیره معتبر ائمه بود و ملازمات عقل قطعی. اموری که معیدی در این یکی از دو منبع اصلی نداشته باشند، یعنی کتاب و سنت،
اما به عنوان تلقی اجماعی یا اتفاقی علما معرفی شده اند یا با روش های عقل ظنی تحصیل شده باشند، عقل ظنی مثل قیاس، مساله مرسله، سد ذرایع، استحسان، عرف، در صورتی به عنوان امر دینی پذیرفته می شوند که اولا مخالف قطعی با سه منبع اولیه نداشته باشند، ثانیا این امور راه منحصر به فرد نیستند، همواره ممکن است راه حل های بدیل جانشین داشته باشند، یعنی در هر زمان امر دیگری هم به ذهن علما برسد، لذا دینی بودن چنین اموری همواره با احتیاط تلقی شود، یعنی این امور ظنن دینی هستند نه قطعا. متاسفانه تمام تعالیم قلات مفوضه از سنخ دوم هستند، یعنی ظنیات در سند یا دلالت یا در هر دو، ثانیا متعارض با مسلمات اسلامی و شیعی محسوب می شود. این مقدمه عرض من بود بر بحث بازخوانی عدالت و امامت. من نکات متعدد دیگری دارم اما کوشش میکنم این رو با قطره چکانی ارائه بکنم و تو هر بحثم یک سند داشته باشم بگویم دیگران در مورد ما چه گفتن، اونم سندهای معتبر بین المللی و ما در روایاتمون چه گفتیم، که وقتی من بحثمو با یک مثال برای تمام میکنم. اولین باری که من آمریکا آمدم باستون بود، دانشگاه هاروارد بود، سال 2000. اونجا میخواستن منو معرفی بکنن که این آقا مثلا کیه، بعد گفت که این با بنده این مسلمان شیعه هست، به اون آقای دیگری که اونجا بود. اون آقا نگذاشت و نبرداشت، گفت این شیعه است، من مسلمانم. من اونجا اصلا یه دفعه گفتم بنده که تو عربستان سعودی نیستم، تو بام مثلا تحصیل دنیا، تو بام دانشگاه دنیا هستم، تو اینجا تو هاروارد میشنوم این شیعه است، من مسلمانم. یعنی چی؟ یعنی شیعه مسلمان نیست. بعد وقتی من تحقیق پیو رو خوندم فهمیدم که مسئله چیه. وقتی مدخل ها رو خوندم حالا بیشتر میفهمم که اون گفت مسلمان و شیعه یعنی چی، و این قصه سر دراز داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.